سولشر چی تغییراتی در منچستر آورده است؟ چند وقت قبل بود که تیم منچستر یونایتد در دوران مربیگری آقای خاص از نتایج بازی های ضعیف رنج می برد و حالا در دوران مربی جدیدش به نتایج خوبی دست می زند. سولشر با سبک زیبای مربیگری روی نیمکت رهبری این تیم نشسته است. حالا خیلی از طرفداران تیم منچستر یونایتد او را با سر الکس فرگوسن مقایسه می کنند. در این ویدیو قصد داریم برای شما خوبان تغییراتی که این مربی در تیم آورده است را به معرفی بگیریم. تا آخر این ویدیو را تماشا کنید. برای حمایت از ما کافی است که ویدیوهای ما را لایک کرده و کانال ما را سابسکرایب کنید. سلام با شما خوبان و بینندگان محترم ورزش پلاس. در یک دیگری از ویدیوهای خبری ورزشی از کانال ورزش پلاس خوش آمدید. هرچند یونایتد در آخرین مسابقه خود در خانه مقابل برنلی متوقف شد، ولی کسب 8 برد در 9 مسابقه ابتدایی در کنار بازی هجومی آنقدر عملکرد خوبی بوده که هواداران یونایتد را بابت حضور سولشر روی نیمکت این تیم به وجد آورد. بر همین اساس نگاهی داریم به تحولات یونایتد در دوران حضور سولشر. یونایتد در حال سه‌شنبه شب در خانه مقابل برنلی با تساوی 2-2 متوقف شد که آنها 28 شد به سمت دروازه حریف داشتند که بیشترین آمار در طی 3 سال اخیر است. آخرین بار یونایتد در بازی مقابل میدلزبرو در ماه دسامبر 2016 32 شد به سمت دروازه حریف به ثبت رسانده. اوله گونار سولشر از زمان حضورش در یونایتد که اکنون بیش از یک ماه شده است 8 برد کسب کرده است که از این تعداد 6 برد در لیگ برتر رقم خورده است. اگر او بتواند روز یکشنبه لستر سیتی را در لیگ برتر شکست دهد، به تعداد بردهای مورینیو در این فصل میرسد، آن هم با کمتر از تعداد نصف بازی ها. مورینو در این فصل در 7 بازی 7 برد کسب کرده و اوله گونار در 7 مسابقه 6 برد کسب کرده است. میانگین گل منچستر یونایتد در لیگ برتر از 1.7 به 2.7 افزایش یافته است و آمار گل خورده از میانگین 1.7 به کمتر از 1 گل در هر بازی رسیده است. یونایتد نیز در خلق موقعیت گل و شوت بهتر کار کرده است و آمار اوسط شوت های تیم از 12.7 به 17.3 رسیده و خلق موقعیت از 9.4 به 12.4 رسیده است. آمار بازیکنان هجومی تیم نیز رشد چشمگیری داشته است. اوسط گلزنی یا ارسال پاس گل به ازای دقایق حضور در زمین برای هر 4 عنصر هجومی تیم، یعنی لینگارد، لوکاکو، مارسیال و راشفورد، بهبود یافته است. این 4 نفر روی هم 11 گل زده اند و 6 پاس گل ارسال کرده اند. پیشرفت پوگبا نیز قابل توجه بوده است. او حالا در این فصل 11 گل زده و بهترین آمار گلزنی اش را در کل دوران حرفه‌ای خود در طول یک فصل ثبت کرده است. او در 7 بازی با حضور مورینیو 5 گل زده و 4 پاس گل ارسال کرده بود و حالا در 7 بازی با حضور اوله گونار 6 گل زده و 4 پاس گل ارسال کرده است. یعنی به طور اوسط پوگبا در هر 72 دقیقه یک بار یا پاس گل داده است یا گل زده است، که این بهترین آمار در میان بازیکنان لیگ های معتبر اروپا از 22 دسامبر به این طرف است. حالا هواداران تیم منچستر یونایتد حال هوای خوشی دارند و از مربی جدیدش تمجید میکنند. نظر شما عزیزان در مورد این مربی چیست؟ با ما در کامنت همین ویدیو شریک سازید. تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.